با سلام به شما خانم مریم عزیزم و دوستان عزیز و خواهران و برادرانم من فرشته اخلاقی هستم 27 ساله که مسئولیتی در واحد تحقیق شهدا دارم اغلب شما این چند روز از نمایشگاه شهدا دیدن کردین و بعضا گفتین که چه تأثیر شگفتی در شما گذاشته دلم میخواست منم بی اغراق بهتون بگم که این نمایشگاه تنها قطره ای از دریاست که ترتیبش به همت خواهران و برادرانم در فرصت بسیار کوتاهی داده شده بود منم میخوام اینجا به نمونه های اشاره بکنم خیلی کوتاه به شهدای زیر 18 سال به شما بگم که فقط در عرض دو سال 477 بچه و نوجوان کمتر از 18 سال تیربارون کردند که از این تعداد دو شهید 11 ساله تیربارون شده و سه نفر 12 ساله به اسامی سید مهدی تباتبایی از تهران و مهرداد فدایی‌نیا از مسجد سلیمان 8 نفر 13 ساله بودند که اعدام شدند فاتمه مسباح یکی از اونا بود حسن دهقان علی قاسم‌زاده از تربت حیدریه و 19 نفر 14 ساله اعدام کردند مثل رمضان علی بورخیلی از قائمشهر ناصر بهرازی از مشهد وحید رجبی از تهران مسعود ربیعی از اصفهان و فاطمه صفاییان از شیراز و 32 نفر 15 ساله تیربارون شدند مثل مریم قلی‌زاده از تبریز و حامد کاظمی بحری از لنگرون و بقیه در سنین 16 و 17 ساله و در عرض همین دو سال 53 زن باردار از مجاهدین اعدام کردند لیلا ابوالاحرار-شیرازی دانشجو روانشناسی دانشگاه شیراز 22 ساله بود اونو پس از 5 روز از شهادت همسرش مجاهد شهید محمد هادی عالمی لاجوردی دشخیم احضارش میکنه بهش میگه که همسرتو اعدام کردیم حالا تو برای اینکه خودتو نجات بدی برو اتاق ضبط و مصاحبه کن تا تخفیفی برات قائل شیم و لیلای مجاهد در جواب به دشخیم منفور با خشم و فریاد بهش میگه هرگز و به صورت لاجوردی توف میندازه سرایا ابوالفتحی دانشجوی 20 ساله از دانشگاه تبریز بعد از دادگاه که برمیگرده به همرزمانش میگه در دادگاه وقتی موسوی تبریزی جلاد به برادر مسعود توهین کرد اون چنان سیلی محکمی به صورت او زدم که فکر میکنم رکورد رو شکستم و امشب حتما اعدامم میکنن نمونه دیگه مکرم پوررضا از رودسر 28 ساله بود لیسانس دبیر بعد از شهادت همسرش مهدی زبیهیان 7 ماه باردار بود که اعدامش کردند طاهره حبیبی فرد زینب 20 ساله بود با همسرش جواد شاهین دستگیر کردند اونقدر شکنجه کرده بودند که بعد از 2 هفته بعد که با هم روبروشون میکنن هیچ کدوم هم دیگر رو نمیشناسن طاهره 6 ماه باردار بود که در شیراز تیربارونش کردند و بعد جسد شکنجه شدهش رو دم خونهشون انداختن که مادرش که در رو باز میکنه در دم سکته میکنه و معصومه خواهر خواهر مریم عزیزمون 23 ساله دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت بود که تحت شکنجه های بسیار وحشیانه قرار میگیره و در حالی که باردار بود اعدام شد و اما از مادران سالمند مادرانی که بالای 50 سال سن داشتند مجاهد شهید فخری حاجدایی مادر مجاهدین شهید محمد حسن و محمد جعفر منانی و مادر بزرگ شهید قهرمان رحمان منانی وی در شهریور 61 در تهران زیر شکنجه شهید شد مادر ملک تاج حکیمی مادر شریفیان 55 ساله بود 3 تا فرزند داشت
در اثر شکنجه های وحشیانه چند تا از انگشتان مادر رو قطع کرده بودند. بینایی و شنوایی خودش رو از دست داده بود. قبل از او پسرش حسین شریفیان رو اونم تیربارون کرده بودند. مادر دیگر عفت السادات خلیفه سلطانی، مادر شفایی، از خانواده کبیر شفایی در اصفهان، همسر مجاهد شهید دکتر مرتضی شفایی و مادر مجاهدین شهید جواد، مریم و مجید شفایی، قبل از اعدام گفته بود افتخار میکنم تمام هستیم را در این راه میدهم. مادر دیگه مجاهد شهید سقرا داوری، مادر شایسته، مادر 8 فرزند بود که قبل از خودش دخترش فاطمه شایسته را تیربارون میکنن و لباس خونی و اعدام شده ای رو تو سلول جلوش میندازن، اما او ذره ای خم نمیشه و بعد خودش و همراه پسرش در حیات زندان مشهد همراه 17 نفر دیگه به دار کشیدند. مادر قهرمان معصومه شادمانی، مادر کبیری ها، 50 ساله، زندانی سیاسی زمان شاه، روحیه بسیار مقاوم و پولادین داشت و دشخیمان ساواک از هم در شکستن مقاومت او مستأصل شده بودند و در درماندگی خودشون در دیماه سال 60 زیر شکنجه به شهادت رسوندند. یقین دارم که در ایران آزاد فردا تحت رهبری خانم مریم عزیزمون دیگه اثری از شکنجه و اعدام نخواهد بود. با تشکر از فرصتی که به من دادید.